و حال آقای حبیب الله جانبدار آگاه سیاسی از لندن با ما هستند. آقای جانبدار سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین با مجموعه خبری پایک روز. و علیکم سلام، تشکر. بله آقای جانبدار، میخواییم در مورد خط روابط سیاسی پاکستان با حمدالله محب بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای محب در ججان سفرش به ولایت ننگرهار به انتقاد تند از پاکستان پرداخته بود. نظر شما در این مورد چه است؟ به نام خداوند متعال، با عرض سلام به شما و به بینندگان عزیز تلویزیون شما. خب اظهارات معمولا یکی شخصی می باشه و یکی هم موضع‌گیری ها و اظهارات رسمی هست. در جهان معمول است که بعضی از افراد و اشخاص که به احزاب و یا دولت ها مربوط هستند، اونا در مواقعی که مجالسش شخصی و خصوصی هست اظهارات خودی را دارن، ولی اظهارات رسمی امو هست که در کنفرانس های بین‌المللی، در مواضع، در شرایط رسمی، در جریان وظایف رسمی از طرف دولتی امو حزب مربوطه اعلان میشه مطابق سیاست های امو نهاد حقوقی که مربوطش است به او اساس اظهار نظر میکنه. یعنی به نظر ما ایره باید نظر اظهارات شخصی آقای محب دانست، به خاطر ازی که در یک جمع از افراد و اشخاص مربوط به خودش چون این اظهارات کردن، در حالی که دولت افغانستان به صورت کل خواهان مناسبات بسیار حسنه با پاکستان است، لیکن این پاکستان است که در 42 سال سبوتاش کرده علیه افغانستان و سبوتاشگرها را تمویل کرده و در جنگها به گونه مستقیم و غیر مستقیم سهیم بوده. این تقصیر از پاکستان است. در اینجا افغانا کدام تقصیر مشخصی از لحاظ حقوقی و رسمی نداره. همواره افغانا خواسته که از پاکستان حتی توقع خوبی داره. در جریان جنگ پاکستان و هند افغانا هرگز از او موقع به شکل اپورتونیزم استفاده نکردن و از عقب خنجر نزدن اونا را. بنان ما فکر میکنم که این سوء تفاهمات است و نباید پاکستانی ها این گپا را بسیار به حد جدی بگیرن که سر مناسبات دو کشور تاثیر منفی بگذاره. بله آقای جانبدار، چه فکر میکنید که حالا یک سیاست مشخص افغانستان در برابر پاکستان وجود داره یا سیاست افغانستان در برابر پاکستان آیا مشخص هست و این که شماری از سیاسیون با پاکستان به گونه در حرفایشان میگن که گویا پاکستان دشمن افغانستان باشه یا اینکه لانه هراس افغانان باشه یا اینکه بخواد هراس افغانان را حمایت بکنه، شماری هم هنوز هم برای کمک پاکستان دست دراز میکنن، اما این گونه اظهارات آقای محب میتونه که چقدر تاثیرگذار بر این باشه که بتونه پاکستان کمک بکنه در آمدن صلح و ثبات در افغانستان؟ خوب بعضی حقایق تلخ هست که پاکستانی ها باید او را بدانه و درک بکنه. شما ببینین عمل حکومت افغانستان تحت تنقید مردم قرار داره که گویا بسیار موضع نرم و تسلیم طلبانه داره در قبال پاکستان. پاکستانی ها باید این مسئله را درک بکنن. مثلا انداختایی که بالای کنر میشه و موانع که در چیز ایجاد میشه بالای خط دیورند و همچنان قطع راه ها، مسدود کردن راه ها در وقت جمع‌آوری حاصلات افغانستان و صدوری از او به پاکستان و نگذاشتن همته افغانستان که عبور کنه از خاک پاکستان به هندوستان. یعنی تمام گپایی هست یا اقدامات پاکستان هست که نیات خوبش نشان نمیده به مردم افغانستان. بنان مردم افغانستان بالای اعمال پاکستانی ها همواره مشکوک بوده و حکومت خود تنقید میکنن که چرا موضع جدیتر در قبال ازی اختیار نمیکنه. یعنی حکومت افغانستان در یک مزیخه قرار داره، از یک طرف تحت فشار ذهنیت عامه مردم خود قرار داره و از طرف هم اعمال مداخله گرانه پاکستانی ها را نمیتونه که جلویش بگیره و یا او را نادیده بگیره. یک حالت بسیار مشکل است برای حکومت افغانستان.
بله آقای جناب داری، یعنی در چنین یک حالت نیاز است یا ایجاب میکنه چگونه یک سیاست را در برابر پاکستان افغانستان داشته باشه؟ خب دو تیوری وجود داره در یک قسمت. یکی است که عمل بالمثل باشه تا پاکستانی ها دستوردار شوند و از طریق فشار مجبور شوند که اونا مداخله خود را قطع کنند، یعنی مداخله را به مداخله پاسخ دادن. و سیاست دومی است که سیاست مدارا یا تیوری دومی سیاست مدارا هست و از مراجع و وسایل حقوقی استفاده شود، به ملل متحد مراجعه شود، به دوستای پاکستان مراجعه شود، به کشور چین و کشورهای عربی و کنفرانس اسلامی، تا پاکستانی ها به این معتقد شود که افغانستان برای ازیا هیچگاه خطر نبوده و نیست، بلکه برعکس اگر پاکستانی ها می خواهد که از فقر برایه باید در ثبات افغانستان کمک کنه، نه ای که سبوتاج کنه، نه ای که در اینجا برای جنگ های نیابتی وسیله شود. این از تیوری دوم است. ولی یک تعداد افغان ها به این معتقد است که روی بالمثل صورت بگیره. اگر یک انفجار در افغانستان میشه باید دو انفجار در پاکستان صورت بگیره. در این صورت ممکن پاکستانی ها عقلشان به سرش بیاید و از مداخله دستوردار شود. دیگر این دو نظریه موجود است و هر دویش قابل توجه است و هر دویش قابل اهمیت است. اگر پاکستانی ها از روی حقوقی درست و مطابق قوانین بین‌المللی کار نگیره، در اون صورت افغان ها مجبور میشه که با می تیوری پاسخ مداخله به مداخله عبور بکنه و از او نظریه استفاده بکنه. یعنی وضعیت طوری هست که این مربوط میشه با پاکستان که میخواه با افغان ها، همونطور که رئیس جمهوری افغانستان گفت که مرحله رسیده که باید پاکستان انتخاب کنه چی میخواه. با افغانستان میخواه مناسبات صلح‌آمیز با اساس حسن همجواری، همزیستی، سلامت‌آمیز ادامه بده مناسبات، و یا سیاست مداخله خود میخواه که تعقیب بکنه. در اون صورت اگر سیاست مداخله رو تعقیب میکنه باید توقع از این داشته باشه که بالاخره حوصله افغانا سر میه و رویه بالمثل خواهد کرد. بله، اما آقای جانب در شما فکر میکنید که افغانستان توانایی نظامی یا قدرت نظامی برای نشان دادن عمل بالمثل در پاکستان داره؟ به خاطر همین بود که ما خواستیم که مذاکرات صلح با طالبان آغاز بکنیم. خب مسئله طالبان چیزی دیگر است. خب به صورت کل اینجا بازی بین‌المللی در جریان است، ولی اگر مشخص‌تر ما ببینیم و به تاریخ گذشته و تاریخ مراجعه بکنیم، یعنی افغانای توانمندی را داره که روی بالمثل انجام بده، چون این جنگ چینیس اردو با اردو، این جنگ های تخریبی سبوتاژگرانه نیابتی هست. در اون صورت هزارها داوطلب افغان وجود داره که به صورت داوطلبانه حاضر هستند برای خود فدای وطن خود بسازن و در داخل پاکستان اعمال را انجام بده که پاکستانی اصلا تصور نکنه که چی واقع شد، و او باز به نیروی فوق‌العاده اتمی ضرورت نداره. مثل که خود پاکستانی هم حملات تنظیم میکنه، انفجارات است و یا تخریب است و کشتن است که این وحشتناک است و این درست نیست، غیر بشری است، غیر اخلاقی است. لیکن پاکستان نباید از مجبوریت های ما سوء استفاده بکنه و نباید به حد امی مناسبات برسانه که روی بالمثل باز بالاخره در مقابلش صورت. بله آقای جانب، در حالا شما چه فکر میکنید که در حال حاضر چرا افغانستان در کل یک سیاست خارجی نداره که بتونه همه منطقه و جهان را برازی جذب کنه که بالاخره باید صلح و ثبات و هرچه زودتر ثبات در افغانستان تامین شود؟ سیاست خارجی افغانستان خوب بسیار معقول است، سیاست مدارا هست، سیاست تفکر و تعمق و دوراندیشانه هست، ماجراجویانه نیست. لیکن این مربوط میشه به جهان، مربوط میشه به صورت مشخص به نظامی های پاکستان که اینا از مجبوریت های همسایه های خود باید سوء استفاده نکنند. ما در اینجا حقوق بین الملل داریم، اگر قوانین رعایت شود، اگر پاکستانی ها این قواعد حقوقی را در عمل رعایت بکنند، در اون صورت سوال حل است. لیکن پرابلم ایست که نه جهان در راست ایالات متحده امریکا و نه پاکستان حق حاکمیت ملی افغانستان اینا رعایت نمی کنند، بی‌اعتنایی می کنند و مکررن دیده شده که اینا
از مجبوریت های ما و از شرایطی که برای فعلا در افغانستان وخیم است، از این به نفع منافع درازمدت خود اونا استفاده سو میکنن که خلاف قوانین بین المللی است و خلاف عرف همسایه‌داری خوب است. ما همسایه ها هستیم و نمیشه که ما همسایگی را تبدیل بکنیم. بنان بهتری است که دوراندیشانه فکر شود و از تشنج و از جنگای نیابتی دست بردار شوند و بگذارند که در افغانستان یک صلح و ثبات تامین شود و به نظریات افغانهای صلح دوست و افغانهای که میخواهند با همسایه خود خوب مناسبات داشته باشند اعتنا بکنند. در حکومت افغانستان عملی حتی مورد تنقید شخصی ما هم است که اینا بیشتر از کرنش و مدارا کار میگیره که تا این حد هم درست نیست. حداقل باید در مراجع بین المللی، در کنفرانس های بین المللی و در مذاکرات با دیگر شورای همسایه ها این مسئله را بالا بکنه که پاکستانی ها چرا در شرایط مختلف و مداخلاتی را انجام میده و بر علاوه از مداخلات حتی یک مسئله عادی ترانسپورت که است در این مورد چرا موانع خلق میکنه و این به ضرر منافع ملی پاکستان هم است. بگذارن که در اینجا تجارت باشه، بگذارن به جای از اینکه ما رقیبای استخباراتی نظامی باشیم شریکای اقتصادی باشیم. اونمی یک نظر شهید دکتر نجیب الله وقت پیشنهاد کرده بود که ما باید شریک اقتصادی شیم و در این منطقه یک رونق اقتصادی به وجود بیاد و صلح به نفع طرفین است. این سیاست مداخله را باید پاکستان قطع بکنه و منصرف شوه و در میتود خود تغییر بده و دوراندیشانه باید اقدام بکنه، نه اینکه بهانه گیری داشته باشه برای هر موضوع و خصوصا در مورد روابط تجارتی و ترانسپورتی و همچنان در موارد سیاسی. ما باید با مذاکره و مفاهمه مسائل خود حل کنیم. اینا باید انداختای خود برای کنرها پیش آمدهای تانه هایشان و یا پوست های امنیتیشان رو باید قطع بکنه، پس عقب برن و بگذارن که مردم که در جوار خط دوران زندگی دارن با هم رفت و آمد داشته باشن، مناسبات خوب کلتوری و فرهنگی داشته باشیم. این رای حل است و این رای معقول و قانونی و حقوقی هست. بله آقای جانب، در حالا چه فکر میکنید که قطع روابط یک کشور با مشاور امنیت ملی کشور دیگر میتونه چه عواقب را داشته باشه و چگونه میشه که ترمیم شه و آیا در سوی حکومت افغانستان بر ترمیم این روابط تلاش صورت خواهد گرفت؟ خب اینا باید پاکستان باید درک کنه که حکومت ها و نهادهای مربوط حکومت ها یک حیثیت شخصیت های حکومی را داره، یعنی به این معنا که در اینجا فرد مورد توجه نباشه. اصلا اینا با یک اداره میخواه روابطه داشته باشه، مثلا با وزارت خارجه ما، مثلا با مقامات ریاست جمهوری یا با شورای امنیت، چون این قراردادهای یا تفاهماتی اگر داره در اون صورت مناسبات از اینا با یک شخصیت حکومی هست در حقیقت و او با تغییر و تبدیل افراد اصلا بسیار مربوط و مربوط نیست و اگر اظهارات شخصی را کس انجام میده او اظهارات رسمی نیست. بنان البته با اساس اقتضای سایکولوژی مردم محب صاحب چونین در اونجا اظهار کرده که مردم هم توقع را داره، چون این حکومت بسیار تحت فشار مردم است که چرا از مدارای اضافی و به حد کار میگیره و چرا روی بالمثل انجام نمیده. این سبب شده که در او یک محیط معین محب صاحب چونین یک اظهارات بکنه. این به معنای از این نیست که ما با پاکستان مناسبات خود خراب میکنیم، برعکس کرزی صاحب چقدر تلاش کرد برای اصلاح و به خاطر بهبودی مناسبات، همچنان دکتر صاحب اشرف غنی و حکومت های گذشته از بابای ملت گرفته تا با امروزه. لیکن پاکستانی ها همواره به حیث تختی خیز امپریالیزم و امریکا و استعمار استفاده شده و اینا باید به گریبان خود سر خود پایین بکنن که چرا چنین عکس‌العمل های برشان گفته میشه یا به وجود میاد یا شنیده میشه که نتیجه اعمال خود از گناه هست. بله تشکر از اینکه در این بحث با ما بودین، موفق باشین. خواهش میکنم.